سلام، امروز پنجشنبه 24 میزان سال 1393 خورشیدی که برابر است با 16 اکتبر 2014 میلادی و سرویس خبر امشب خوش آمدید. در نخست سرخط اخبار، کشف ضبط یک مقدار جنگ افزار از مربوطات حوزه سوم امنیت پلیس، کشته و زخمی شدن 7 تن در ولایت فاریاب و بازداشت 3 تن به اتهام جعل امضای رئیس جمهور احمدزی در ولایت کنر. شکیلا مرید هستم با اخبار این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مقدار جنگ افزارهای سبک و سنگین روز پنجشنبه از مربوطات حوزه سوم امنیتی و پلیس غزنی کشف و ضبط گردیده است. آمر حوزه سوم امنیتی پلیس به تلویزیون غزنویان میگوید که حوالی ساعت 2 پس از 6 روز پنجشنبه یک مقدار جنگ افزارهای سنگین به شمول یک فیر مرمی مزایل، یک حلقه ماین چسبکی، یک پای ماشین شارت کننده، 3 سیت موبایل و 4 حلقه بم دستی را از قریه روضه سلطان محمود غزنوی از یک مخروبه کشف و ضبط نمودند. منبع میگوید که تاکنون کسی در پیوند به جاسوسی آن بازداشت نشده است. گفته می شود که چند قبل نیز چند فیر مزایل از مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس کشف گردیده بود. یک دور مسابقه رقابت آموزش تحت نام سرت النبی در لیسه شمس العارفین برگزار گردیده و آزمون آن امروز از اشتراک کنندگان اخذ گردید. مولوی ظهور احمد مدیر لیسه شمس العارفین می گوید که در این برنامه رقابتی در حدود 150 تن از شاگردان این لیسه اشتراک کردند و هدف از برگزاری این برنامه رقابتی آگاهی دهی شاگردان از سیرت النبی صلی الله علیه و سلم عنوان شده است. منبع میگوید که برخی جوایز و تحایف معنوی نیز برای شاگردان ممتاز مد نظر گرفته شده است. هدف یگانه از برانداختن امتحان رقابتی سیرت النبی آگاه ساختن شاگردای عزیز بود از سیرت نبی صلی الله علیه و سلم، ای که شاگردای عزیز ما با خبر شوند که پیغمبر بزرگوار ما چی کارهای را انجام داده بود و چی کارهای را کرده بود تا که از یک شهر به تمام دنیا اسلام را نشر کرده بود و از به کم تعدادی که داشتن که در شروع از 5 نفر و 6 نفر و یا 2 نفر اضافه نبودن، اینا توانستن که اسلام را به هر گوشه کنار دنیا انتقال دادن که عزیب خبر شوند. پیام ما این است که مدیرای محترم به شاگردای خود توجه جدی داشته باشه و در قدم اول کوشش بکنند که شاگردایشان در دین یک بخبری داشته باشه. در رویدادهای گوناگون در ولایت فاریاب 7 تن کشته و زخمی شدند. مقام های امنیتی در فاریاب می گویند که در جریان درگیری میان افراد مسلح غیر مسئول و چند رویداد دیگر در این ولایت 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. ولسوال پشتونکوت فاریاب می گوید که این درگیری ها میان دو فرمانده غیر مسئول به نام های محمد نسیم و محمد اعظم در منطقه بلرسای ولسوالی پشتونکوت این ولایت صورت گرفته است. ملا عبدالرحمن مالدار یک فرمانده طالبان همراه با 14 تن دیگرشان در ولسوالی اوبه هرات کشته شد. با گفته مقام ها این فرمانده طالبان در یک حمله هواپیمای بسرنشین نیروهای خارجی کشته شده است. این فرمانده طالبان تهدیدهای جدی را بر کار ساخت بند سلما در ولسوالی چشت شریف به وجود آورده بود و مسئولان محلی میگویند که این فرد متهم به کشتن نزدیک به 80 سرباز پلیس و ارتش ملی نیز بوده است. از سوی دیگر مقام های ولایت کنر از بازداشت 3 تن به اتهام جعل امضای رئیس جمهور غنی خبر می دهد. این افراد امروز به سران والی معرفی شدند. والی کنر می گوید 3 تن را که می خواستند با امضای رئیس جمهور غنی چوب های چهارتراش را از این ولایت به پاکستان انتقال بدهند بازداشت کردند. والی کنر می گوید که این 3 تن امضای رئیس جمهور غنی را جعل کرده بودند. آنها امروز به سران والی ولایت کنر فرستاده شدند. فشرده اخبار را با همکارم دنبال کنید.
نخست وزیر هند پشتیبانی دهلی نوروز رئیس جمهور تازه افغانستان اعلام کرد. نریندرا مودی در یک تماس تلفنی برای جمهور غنی آغاز کارش را با وی تبریک گفت و میگوید که در هر گام به حیث یک دوست در کنار افغانستان خواهیم بود. و اینکه نعمان عاطفی مسئول دفتر رسانه های قل اردوی 201 سیلاب میگوید که در یک عملیات نیروها در ولایت کاپیسا 8 طالب کشته شدند و 12 تن دیگرشان زخم برداشتند. این بود اخبار این ساعت. از توجهتان سپاسگزارم. وقتتان خوش.